برای گفتگوی بیشتر در مورد همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. جناب آقایی، همزمان با افزایش حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، شاهد اعمال چنین تحریم‌هایی هستیم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا. به نظر شما چقدر این تحریم‌ها میتونه موثر واقع بشه؟ ببینیم تا اشاره بکنم که حوثی ها به نیابت از جمهوری اسلامی برای مقابله با اسرائیل در چارچوب حمایت از حماس برای مشغول کردن آمریکا در جبهه نزدیک، یعنی عراق، سوریه و یمن، و تضعیف قدرت بازدارنده آمریکا و همچنین مقابله با ادغام اسرائیل در پروژه های سنتام فرمانده مرکزی آمریکا، سعی میکنن که دقیقاً در وسط این جنگ حماس و اسرائیل کشتی‌ها رو مورد آزار و اذیت قرار بدن، توقیف بکنن اونها رو و یک سری حملات موشکی رو به کشتی‌هایی که میگن اسرائیلی هست انجام بدن و حتی به ناوشکن‌های آمریکایی حملات موشکی و پهپادی انجام بدن که اکثرا حالا نافرجام هستش. این تحریم‌هایی که آمریکا وضع کرده میتونه تا یه اندازه کمی مؤثر باشه، ولی به نظر من باعث ایجاد بازدارندگی حداکثری نخواهد شد. یعنی به نظر من اون کمینه کاری هستش که آمریکا داره انجام میده. در آخرین مورد، در 3 دسامبر حدود 5-6 روز پیش بود که حوثی‌ها با ناوشکن یو اس اس کارنی و 3 کشتی تجاری عملا درگیر شدند، به این معنا که به ناوشکن سعی کردن که پهباد پرتاب بکنن. البته اون ناوشکن تونسته بود اون پهباد رو ساقط بکنه، ولی 2-3 کشتی تجاری رو بهش حمله کردن با پهباد و موشک. در سال 2016 وقتی که مقایسه میکنیم، در سال 2016 اکتبر 2016 حوثی‌ها اقدام مشابهی را انجام دادن، اقدام کردن به پرتاب موشک به ناوشکن یو اس اس میسن در دریای سرخ. این در دوران اوباما رخ داد. اون 2 موشکی هم که پرتاب کردن هیچ وقت به اون ناوشکن یو اس اس میسن حتی اصابت هم نکرد، ولی دولت اوباما کمتر از 48 ساعت بعد با 4 موشک، دست کم 4 موشک تاماهاک، تأسیسات راداری و مواضع نیروهای حوثی یمن در داخل خاک یمن رو هدف قرار داد و ضربات جدی رو وارد کرد به حوثی های یمن. برای من فکر می‌کنم اگر آمریکا می‌خواد اقدام بازدارنده انجام بده، باید شبیه کاری رو انجام بده که اوباما در سال 2016 انجام داد. خب جناب آقایی، عربستان سعودی پیشتر از آمریکا خواسته بود در برابر حملات حوثی‌ها خویشتنداری از خودش نشون بده. در حال حاضر که ما شاهد حملات حوثی‌ها به اسرائیل هستیم، این موضع عربستان سعودی چطور قابل تفسیر هست؟ عربستان سعودی بیم اونو داره که اگر تشدید تنش صورت بگیره به شکلی که من بهش اشاره کردم، یعنی آمریکا بخواد یک اقدام نظامی فراگیری در رابطه با حوثی‌ها انجام بده، به خاک یمن حمله بکنه، اون موقع اون آتش بس، حالا میشه گفت کم و بیش آتش بسی که بین یمن، حوثی‌های یمن و عربستان سعودی برقرار هست، اونم از بین خواهد رفت، چون مجبور میشن حوثی‌ها، حالا یا خود جمهوری اسلامی واکنشی نشون بدن وقتی آمریکا چنین واکنشی انجام بده. بنابراین همه چیز به ضرر عربستان ممکنه تموم بشه. ولی به باور من اگر آمریکا بخواد یک واکنش نظامی فراگیر انجام بده، این لزوماً به معنا نیستش که اون آتش بس به هم خواهد خورد به صورت مداوم و پایدار. ممکنه یک سری خلل‌های به وجود بیاد، ولی این در کوتاه مدت خواهد بود. برای من تحلیل نهایی به نظر من با توجه به اینکه همچنان نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی موازی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را هدف قرار میدن در جبهه نزدیک، از اونورم حوثی‌ها دارن همچنان سعی میکنن حملات موشکی انجام بدن، آمریکا برای ایجاد بازدارنده حداکثری باید بتونه که پاسخ حوثی‌ها رو در داخل خاک یمن بده. علاوه بر این، اون سازگارهای امنیتی دریانوردی که در ناوسنت فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا هست، مثل قوای دریایی ترکیبی متشکل از 38 کشور مستقر در بحرین و اون سازگار امنیت دریایی بین‌المللی IMSC رو، اینا رو ارتقا بده و حتی اسرائیل رو وارد این پروژه های سنتکام بکنه، مثلا در CMF یا قوای دریایی ترکیبی. این کار رو اگر انجام بده دولت بایدن، شاید بشه که یک دار سطح بازدارندگی رو بالا ببره. در غیر این صورت با این تحریم هایی که حالا کردن، گرچه میتونه موثر باشه، ولی اینها کارآمد نیست به این معنا که باعث بازدارندگی در برابر حوثی‌ها و جمهوری اسلامی بشه. بسیار متشکرم از شما، حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.